حالا اگه جمهوری اسلامی میخواد یه روز رو فقط نماد بدون و سرش رو زیر برف بکنه خب بکنه، ولی همه کسایی که دارن میبینن در این یک سال اعتراضات سر جاش بوده، اشکالش متفاوت بوده. جمهوری اسلامی اگر فکر میکنه قادر و تواناست، خب اجازه بده که یک روز در سراسر کشور اعتراض بشه، ببینن چند میلیون نفر میان. خیلی خب، اصلا یک روز رو تعیین کنن، یک روز رو تعیین کنن، مردم آزاد بشن اعتراض کنن، اینترنت هم آزاد بشه بازتابش بده، خبرنگاران آزاد بشن بازتاب بدن. اصلا اینطور نیست. ما اتفاقی که در یک سال گذشته افتاده، برخلاف اینکه بعضیا فکر میکنن چون حکومت سرنگون نشده، پیروز نشده، بزرگتر از انقلاب سیاسی در یک سال گذشته در ایران انقلاب اجتماعی اتفاق افتاده. این اتفاقی که در خیابانهای ما افتاده انقلاب اجتماعیه. حکومت عرصه اجتماعی رو باخته. ببینید، من مقایسهش میکنم این انقلاب اجتماعی رو با انقلاب مشروطه به معنای تغییرات بنیادینی که در جامعه ایجاد کرده. من به دلیل اینکه خب کارم هست، تمام ویدیوهایی که کسایی که در تهران موبایل دستشون میگیرن یه ساعت در خیابون میگردن یا در شهر دیگه، اینا رو به کرات میبینم. اخیرا مثلا 34-5 تا در شهرهای مختلف دیدم. بله. اصلا این خیابان با خیابان سال قبل و قبل از جنبش زن زندگی و آزادی قابل مقایسه نیست. یه انقلاب اجتماعی افتاده، به لحاظ سیاسی هم خیلی چیزا تغییر کرده. مثلا مواجهه با حکومت، ترس از حکومت فرو پاشیده، اون پوسته باقی مونده. یه پوسته باقی مونده مثل بادوم پوسته نازک، اون بادوم اون پوسته نازکش که خودش شکل و ساختار حکومت فرو بریزه، جمهوری اسلامی کاملا فرو ریخته و رفته.